بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر امام حسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان گرامی شیعه ویوز، اخبار شیعان جهان از کربلا تقدیم شما می شود. سرخط خبرها: رشد روزافزون مذهب تشیع در روسیه. فعالسازی مجدد پلیس مذهبی در القطیف عربستان. و هشتگ شیعیان هزاره ترند شد. به این بخش خبری خوش آمدید. مذهب تشیع در جامعه روسیه به تدریج در حال نهادینه شدن است. به گزارش شیعه ویوز، پایگاه خبری روسیه الیوم به نقل از رئیس سلیمانوف، سردبیر مجله جهان اسلام و کارشناس مؤسسه استراتژی ملی روسیه نوشت: مذهب تشیع در روسیه به تدریج در دوره پس از اتحاد جماهیر شوروی و در طول بیش از 3 دهه رشد نموده و تعداد شیعیان در این کشور در حال افزایش است. سلیمانوف گفت: مذهب تشیع در جامعه روسیه به تدریج در حال نهادینه شدن است و زیرساخت‌های مذهبی آن به شکل مساجد، نمازخانه‌ها و روزنامه‌ها و نشریه‌ها ظاهر شده است. وی درباره تعداد شیعیان در روسیه گفت: طبق برآوردها، تعداد شیعیان بیش از 3% از کل مسلمانان روسیه را تشکیل می‌دهد و به طور کلی اکثر آنان روسی‌های آذری زبان بوده و در بین تاجیک‌های گرون و بدخشان نیز شیعیان دیده می‌شوند. سلیمانوف گفت: برخی درگیری‌ها و سوء تفاهم‌ها بین شیعیان و اهل تسنن در روسیه وجود دارد، اما شیعیان تجارب فراوانی در برخوردهای عقیدتی و ایدئولوژیکی به ویژه با وهابی‌ها دارند. وی افزود: جالب است که شیعیان روسیه می توانند بدون یک نهاد سنتی در کشور ما مانند اداره‌های معنوی اهل تسنن سازماندهی شوند. این در حالی است که بیشتر مسلمانان سنی از اداره‌های معنوی مسلمانان انتقاد دارند. به گفته سلیمانوف، شیعیان در روسیه موفق شدند تا زندگی مذهبی خود را برپا نموده و سیستم مدیریتی خود را داخل سازمان‌های دینی ایجاد کنند. عربستان سعودی بار دیگر طرح پلیس مذهبی را در استان القطیف عربستان فعال سازی کرده است. به گزارش شیعه ویوز، به نقل از مرآت الجزیره، هیئت امر به معروف و نهی از منکر عربستان سعودی طرح پلیس مذهبی را با پوشش پایبندی به دین و اصول اجتماعی مجدداً در استان القطیف راه اندازی کرده است و به این بهانه شمار زیادی از شیعیان این منطقه را بازداشت می کند. در این طرح، نیروهای هیئت امر به معروف و نهی از منکر از ماه گذشته به صورت میدانی در معابر و خیابانهای القطیف به گشت‌زنی پرداخته و با راه اندازی طرحی تحت عنوان نماز نور، شهروندان و مغازه‌داران را در وقت نماز به بستن مغازه ها و رفتن به مساجد برای اقامه نماز مجبور می کنند. به گفته فعالان اجتماعی، بیشک احیای نقش پلیس مذهبی در عربستان در راستای ایدئولوژی وهابیت و استفاده از ابزارهای آن است که به بهانه اجرای دین دست به انتقامگیری و استبداد علیه شهروندان عربستانی میزنند. این در حالی است که پس از اصلاحات اخیر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی بر اساس طرح BC نقش هیئت امر به معروف و نهی از منکر در این کشور کم رنگ شده بود و بسیاری از استانهای عربستان رنگ و بوی غربی به خود گرفتند. اما استان القطیف که یک استان شیعه نشین در عربستان است، علاوه بر همراه سازی با طرح BC، همچنان پایبندی به اصول دینی، فرهنگی و عادات اجتماعی خود را حفظ کرده است. در همین راستا، کاربران شبکه‌های اجتماعی این اقدام تحریک‌آمیز پلیس عربستان علیه شهروندان القطیف را محکوم کرده و آن را در راستای آموزش توحید وهابیت دانستند.
با وجود پایان تحصن بازماندگان 11 معدنچی شیعه شهید شده در جنایت مچی، هشتک شیعیان هزاره در میان هشتک های داغ توییتر فارسی قرار دارد. به گزارش شیعه ویبز، در میان هشتک های داغ توییتر فارسی در 24 ساعت گذشته، هشتک شیعیان هزاره نیز قرار گرفته است. شامگاه شنبه 13 دی ماه 1399، 11 کارگر شیعه یک معدن زغال سنگ در بلوچستان پاکستان به طرز فجیعی به دست سنی های تندرو به شهادت رسیدند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این جنایت را بر عهده گرفته. پس از این جنایت، بستگان معدنچیان قربانی در شهر کویت اقدام به تحصن کرده و خواستار حضور شخص نخست وزیر در میان خود بودند. بن‌بست در مذاکرات دولت و معترضان باعث شد تا دامنه اعتراضها به حمله اخیر سنی‌های تندرو به دیگر شهرهای پاکستان نیز گسترش یابد. سرانجام خانواده‌های قربانیان با وعده عمران خان پس از یک هفته پیکر عزیزان خود را به خاک سپردند. پس از این عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز پذیرفت عازم کویت شود و با خانواده داغ دیدگان دیدار نماید. وی در این دیدار وعده تأمین امنیت جانی شیعیان و دستگیری قاتلان را داد. به زودی نمایشگاهی دائمی از نسخه های خطی نادر در مسجد النبی برپا می شود. به گزارش شیعه ویز، به نقل از سبق، مرکز ملک عبدالعزیز و ریاست کل امور مسجد الحرام و مسجد النبی با همکاری یکدیگر در حال راه اندازی نمایشگاهی دائمی از نسخه های خطی نادر در مسجد النبی هستند که کارهای نهایی آن در حال انجام بوده و قرار است به زودی افتتاح شود. کار جمع‌آوری نسخه های خطی با همت محققان و متخصصان انجام شده است تا برای آیندگان و نسل‌های بعدی حفظ شود. هدف از راه اندازی این نمایشگاه از نسخه های خطی در مسجد النبی معرفی تاریخ این مسجد و نمایش مهمترین طرح‌های علمی مانند طرح احیای خط عربی است. مسجد النبی یکی از 3 مسجد مهم و مقدس برای مسلمانان است و بعد از مسجد الحرام در جایگاه دوم قرار دارد. این مسجد پس از ورود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مدینه منوره ساخته شد و تا زمان شهادت آن حضرت محل برگزاری نماز جماعت، نماز جمعه و خطبه های رسول اکرم صلی الله علیه و آله بود. در راستای عملیات مرمت مسجد 227 ساله در شرق ترکیه، نقوش اسلامی متعلق به دوره عثمانی کشف شد. به گزارش شیعه ویز، به نقل از دیلی صباح، مدیر اوقاف ایالت ملاطیه ضمن تایید این خبر اعلام کرد کار مرمت مسجد یوسف ضیا پاشا واقع در منطقه کیبان شرق ترکیه در سال 2017 میلادی آغاز شده و همچنان ادامه دارد. مدیر اوقاف ایالت ملاطیه اظهار کرد هنگام انجام عملیات مرمت این مسجد به نقوش اسلامی مربوط به دوره عثمانی دست یافتند که به نظر میرسد کار دست بوده است و احتمالاً بعد از ساخت این مسجد در سال 1794 میلادی در زیر لایه ای از گچ پنهان شده بوده است. ویو ادامه داد این نقوش اسلامی متعلق به دوره عثمانی که دیوارهای این مسجد با آن تزئین شده است با گچ در عملیات مرمت قبلی پوشانیده شده بود و پنهان مانده بود که در عملیات مرمت جدید این مسجد کشف شد. به افزود بر این دیوار قصیده ای از یوسف ضیا پاشا والی عثمانی و وزیر اعظم وقت که به همین مسجد است به نام همین مسجد است کشف شده است. حسن اکپولت والی منطقه کیبان گفت قرار است این مسجد با آغاز ماه مبارک رمضان مصادف با ماه آوریل افتتاح شود. وی افزود قرار بود ساخت این مسجد 2 سال به طول بیانجامد اما به دلیل کشف نقوش و خط عربی زیر گچ های این مسجد نیازمند مرمت بیشتری بودیم و امیدواریم تا ماه مبارک رمضان آماده افتتاح شود. مسجد یوسف ضیا پاشا دارای کتابخانه و فواره آب است و در کنار این مسجد یک مدرسه و مؤسسه آموزشی بنا شده بود که هم اکنون موجود نیست.
ممنون از اینکه با ما همراه بودید. اللهم عجل ولیک الفرج. یا علی، خدا نگهدار.